که قطعا تلاش بونو میکنیم که بازی ها رو ببریم، ولی خب همه چیز دست استقلال دیگه. ما عاشق پرسپولیسیم، مفتی هم بازی میکنیم برای این تیم. تیمای مدعی مثل استقلال تو 6 سال گذشته پرسپولیس رو نبردن، ولی ما بردیم. من در مورد تیمای دیگه حالا نه، خود تیمای دیگه من نظر نمیدم، تیم خودشون. شما همش هم دارین استقلال میکنین. شعار یخ کردیم یخ کردیم و از بانوان عزیز میشنویم. ترابی تو با میره داخل محوطه جریمه، یه لحظه نشون داد که بخواد شوت بزنه، حرکت عالی آلیشا، شوت میزنه و عالی میگیره فرعباسی.
بیشتر شده. ارسال توپ مقابل دروازه و گل. قطعا تلاش بونو میکنیم که بازی ها رو ببریم، ولی خب همه چیز دست استقلال دیگه و الان اونها یه امتیاز بالاترن و ما یه جوری باید منتظر لغزش اونها باشیم. میگم تلاش بونو اینه که انشالله همه بازی ها واسه امتیاز بیرون بیاریم، بازی بازی پیش میریم و انشالله الان به فکر فقط نفت هست. تیم ملوان نشون داد که بی خود نیست که این رده جدول قرار داره، پرتلاش، تیم بسیار خوب. تبریک باید بگم هم به مردم اندلی هم به مربی ها و کادر فنی و بازیکنان خوب تیم ملوان. با قبلا هم من عرض کردم با بچه هم که صحبت میکردیم گفتم ما 8 فینال داریم، فرق نمیکنه تیم مقابل اون کی باشه، ما 8 فینال اون از بازی بیاییم بیرون، خدا کمک میکنه انشالله اگه بناس قهرمان بشیم. وظیفه‌مون اینه که همه بازی همونو ببریم و امروز یکیشو گذروندیم، انشالله امیدواریم موقعی هم بتونیم همین نتیجه رو به دست بریم. به نظر من بازی خیلی جذابی شد، دو تا نیمه متفاوت داشت، ما دو تا سیستم متفاوت بازی کردیم. نیمه اول بازی پاپا پایی داشت روی یه ارسال که من فکر میکنم آفساید بود، اون صحنه ما دوباره صحنه رو الان رفتیم بازبینی کردیم، فکر میکنم ارسالی که کردن گلی که آقای آل کثیر زد حالا تو آفساید قرار داشت. حالا تو جریان بازی اتفاق افتاد، برامون نیمه دوم سیستممون تغییر دادیم، بازی رو تو دست گرفتیم. فکر میکنم تو نیمه دوم ما بهتر از پرسپولیس بازی کردیم. نه در مورد تیم‌های دیگه حالا نه، خود تیم‌های دیگه من نظر نمیدم، تیم خودشون شما همش هم دارین استقلال میکنین. نه خب میگم در مورد تیم خودمون در مورد همین بازی صحبت کنیم، حالا اونم قابل احترام هم واسه ما، یه نظر شخصی خودشونه. نه امسال سال گذشته هم همین طور بودش، هر کسی که دلش میخواد صحبت میکنه. چندین بارم گفتیم که
اینجوری صحبت نکنن، نه کمیته انضباطی نه کمیته اخلاق دخالت نمیکنه و این کارو سخت میکنه و ما هم اگه قرار باشه اینجوری باشه ما هم جواب میدیم. یه برد خیلی خوبی بود و میدونستیم که بازی خیلی خیلی سختیه و تبریک به تیم ملوان که واقعا امروز عالی بازی کردن. شاید بگم تنها تیمی بودن که خیلی به ما فشار آوردن و ضد فوتبال بازی نکردن. همین به نظر من بازی رو خوب کرده بود. دو تا تیم هم برای سه امتیاز جنگیدن که خدا رو شکر سهم ما شد. خدا رو شکر بردیم. مهمترین چیز کسب سه امتیاز بود که خدا رو شکر به دست آوردیم. از بازی رو خودمون راضی نیستیم ولی میگم خدا رو شکر تو روزی که خوب نبودیم تونستیم سه امتیاز بازی رو به دست بیاریم. خودمون میخواستیم بازی کنیم، بازی نبود که باب میل ما و هوادارا باشه، ولی خب نتیجهش باب میل بود. خدا رو شکر تونستیم یک کسب بازی رو ببریم و آخر فصل چند تا بازی آخر همیشه حساسیت های خاص خودشو داره. به هر حال مهم بردنه و در کنارش بازی زیبا که امروز اصلا زیاد خوب بازی نکردیم ولی خدا رو شکر تونستیم بازی ببریم. با شرایطی که مهیا شده هنوز هیچ تغییری نکرده دیگه. اون بریم جلو ببینیم چه اتفاقی میفته. اصلا نه صبح همین اصلا هم اول مرحله صحبت کرده دیگه. هیچ صحبتی نشد. هیچ صحبتی نشد. والا تا به این لحظه که الان در خدمت شما هستیم یک کلمه راجع به تمدید با ما صحبت نشده و من هیچ نقشی ندارم تو تمدید قرارداد. کسی که باید نقشش باشه باشگاه سرمربی آینده تیم باید ببینیم شرایط چجوری میشه، اصلا میخوان ما رو یا نه. ولی خب اینجوری که پیش میره فکر میکنم مسئله خیلی مهمتری از تمدید قرارداد ما وجود داره که پیگیر این قضیه نیستن. مسئله دیگر ماست برای تمدید قرارداد و یه سری راهکارا رو داشته باشن که حداقل تسویه‌های سال گذشته و دریافتی امسال ما رو بدن که متاسفانه در حد فاجعه بوده. حالا اصلا یه جوری شده که دیگه به آپشن سال قبل فکر نمی‌کنیم. دریافتیمون فکر می‌کنم 35%. شما چجوری می‌خوای به بازیکنی که 35% گرفته درخواست تمدید بدی؟ آره ما عاشق پرسپولیسیم، مفتی هم بازی میکنیم برای این تیم. کما اینکه من ازم قرارداد منو همه بیان ببینن چقدره. فکر میکنم ششمین یا هفتمین بازیکنم از لحاظ قرارداد بین همه دفاع‌راست‌های لیگ. درسته تو پرسپولیس بازی میکنی، مهم اون لوگو پیراهنه و مهم باشگاه است. ولی آدمم یه شأنی داره دیگه. شما شأن بازیکن پرسپولیس رو حفظ نکنی، قطعاً شأن باشگاه رو حفظ نخواهی کرد. امیدوارم یه حرکتی بزنن حداقل دریافتیامو به حدی برسونن که تو مرحله بعد بریم برای تمدید. اونایی که مهدی تارتار رو میشناسن میدونن که چجوری به اینجا رسیده و چجوری سختی کشیده. بنابراین انتظار ندارم تیمای مدعی مثل استقلال تو 6 سال گذشته پرسپولیس رو نبردن، ولی ما بردیم با تیم نفت مسجد سلیمان. ما دو بار قهرمانی رو تو همین چند سال گذشته پرسپولیس گرفتیم. شما حداقل این سوالات رو نپرسید.